کنیم که این اتفاق بیفته. نه، هیچ کشوری در دنیا نیست که بتوانه کاری بکنه که اصلا ویروس واردش نشه. و بعد علی ربیع سخنگوی دولت با بالا گرفتن انتقادات مبنی بر برقراری پروازهای چین و ایران آمد و گفت: پروازهایی که در حال سوار شدن هستند و پروازهای تعهد قبلی با تمام امکانات پزشکی و قرنطینه‌های لازم صورت می‌گیرد و مجوز یک پرواز اختصاصی برای انتقال ایرانیان اتخاذ شد. در همان روزها شواهد نشان می‌داد هواپیمایی ماهان وابسته به سپاه پاسداران هنوز در رفت و آمد به چین است، حتی در حد ترانزیت مسافر. این هواپیمایی بعد از تحریم‌های آمریکا بیشترین پروازهایش به این کشور انجام می‌شود. با بالا گرفتن نگرانی مردم و گزارش روزنامه دولتی ایران که خبر داده بود یک زن 63 سال مبتلا در یکی از بیمارستان‌ها فوت شده، وزیر بهداشت سعید نمکی و سخنگو آقای جهانپور گفتند این خبر هم کذب است. در این نامه که میگویند جلیس برای کنترل و جلوگیری از ویروس به سه نکته تاکید شده: جلوگیری از ورود کالاهای چینی به ایران، جلوگیری از پرواز و ترانزیت مسافر و جلوگیری از تجمع‌های مردمی. آنچه که نگرانی مردم را در پس این خبرها و تکذیب‌ها بیشتر می‌کند، سیاسی شدن ویروس کرونا است به مانند بحران‌های دیگر. هرچند تصاویری از ایران می‌رسد مانند این از قصد دشت تهران که سفید پوشانی را نشان می‌دهد که بیمار مشکوک را بدون هیچ تجهیزاتی به بیمارستان منتقل می‌کنند. لیلا سعادتی، ایران اینترنشنال. همراه هستیم با خانم دکتر روحی شاهین، روانشناس اینجا در استودیو، و از هند کامیار علایی، رئیس انستیتوی بهداشت جهانی و آموزش بین الملل که با ما همراه شده. بله دوستان، این متن رو که دیدید منتشر شد توسط ایران اینترنشنال، بهش پرداخته شد، کارشناس رو بردن و جالب اینجاست که همونطوری که دیدید هم متن نامه تکذیب شد در گام نخست توسط سخنگوی دولت حسن روحانی و معاون درمان وزارت بهداشت، هم فوت یکی از عزیزان همیهنانمون در اثر واگیر به ویروس کرونا. و اصولا جمهوری اسلامی اومده برای تکذیب، یعنی وقتی، چون اگر دورتر بگیم شاید یادتون نباشه، ولی همین چند وقت پیش کشتار آبانما رو تکذیب کرد و شلیک به موشک هواپیمای اوکراینی رو تکذیب کرد. هر اتفاقی رو که بر علیه مردم رقم زده تا الان تکذیب کرده. اگر سر قضیه هواپیمای اوکراینی هم عواملی دست به دست هم نمیداد که اونم به موقعش اشاره خواهد شد، نمیتونستن، یعنی نمیومدن، مجبور نمیشدن بیان واقعیت رو بگن. جناب قاسمی بفرمید. بله، همچون که دیدید دوستان، این گزارش ایران اینترنشنال بود زمانی که تکذیب شد و این تمام این تکذیبی ها، شما گفتم یه بار دیگه میگم، اگر برید توی گوگل سرچ کنید تکذیب نامه به فارسی، همش میاد، میتونید برید بخونید. ما اگه بخوایم نشون بدیم، سه ساعت حداقل باید خبرگزاری جمهوری اسلامی رو نشون بدیم یا ویدیوهاشو، ولی خودتون بعدا برید حتما این کارو بکنید. ولی این سه شنبه بود. خب حالا بریم چهارشنبه، یعنی بعد از اینکه این بادکنک یا این حباب سانسور یا این حباب جنایتی که جمهوری اسلامی داشت انجام میداد ترکید توسط همین نامه، در این مورد توسط همین نامه، و بعد منجر شد به اینکه خامنه ای رسما بیاد و بگه که اینها حتی از ساعتهای آخر فلان هم منافقین و دشمنان نگذشتند، یعنی به اینجا برسه نکارشو، و اون افتضاحی که در سیرک انتخاباتشون دیدید، روز سه‌شنبه تکذیب میشه. روز چهارشنبه همین خبرگزاری ایران اینترنشنال و خبرگزاری بی بی سی و خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی تمام بند این نامه رو با خبرهایی که میدن تایید میکنن. هرچند جمهوری اسلامی هنوز نمیخواد، اما اون نامه در اون تاریخی که نوشته شده آمار نزدیک به 10,000 مبتلا بوده که امروز دیدم، حالا نمیدونم جام کمپون رو گذاشته روی برنامه یا نه، امروز دیدم که معاون نمیدونم شورای شهر تهران گفته بود که در بدبینانه ترین حالت
ایران بین 10 تا 15 هزار مبتلا به ویروس کرونا داره. خیلی جالب آمار رو ببینید، بین 10 تا 15 هزار، 5 هزار این وسط برای خودش حالا مثلا گذاشته بود. ولی بریم روز چهارشنبه جناب کمال‌پور. دوستان زیرنویسا رو لطفا دقت کنید توی ویدیوها، ببینید چه روزی این خبر رسما تایید شد. بی بی سی و ایران اینترنشنال. خب اجازه بدید یکی از مطالبی که در متن این نامه بود که در تلویزیون ایران اینترنشنال هم بهش نپرداخت و سعی کرد از روش رد شه به خاطر انتصابات دوم اسفند، همون سه بندی که 1-2-3 زده شده در بند سوم عدم تجمع است، مخصوصا در اماکن عمومی مثقف مثل مساجد، مدارس، دانشگاه ها، ادارات، و این از روش رد شد. و چون جمهوری اسلامی یه دفعه دید این نامه رفت بیرون و منتشر شد، در تنگنایی قرار گرفت به اسم جامعه باز مردم، یعنی با آماجی از تفکرات مردمی قرار گرفت خصوصا در خارج از ایران، مجبور بود عکس العمل نشون بده، مجبور بود عکس العمل نشون بده. و جای اتفاقا سعید جان من فکر کنم بعد از افشای متن نامه دوم بود که اینها عکس العمل نشون دادن و اومدن در تلویزیون ها اعلام کردن که آره ما مبتلا داریم به ویروس، که وزیر کشور اعلام کرد که اخبار رو منتشر نکنید، حرف نزنید، بابا دهناتون رو ببندید. خب اون متن نامه دوم رو ببینیم، بعد بریم سراغ این که بعد از این چه اتفاقی افتاد. من یه توضیح بدم که کمال پور شما الان اینو فهمید. ببینید دوستان، این نامه معاون وزیر بهداشت به وزیر کشور حسن روحانیه. در داخل جمهوری اسلامی همه آدم ها دوز نیستن، همه آدم های پدرسوخته و شارلاتان نیستن، آدم های ایرانی هایی هستن که حالا درس خوندن یا به هر شکلی به هر طریقی در یک جایگاه هایی هستن و حالا به خیال خودشون دارن خدمت میکنن، اموراتی میترنن. همه اینها از سیاست کلان جمهوری اسلامی مطلع نیستن. اخطاری که این معاون میده به حسن روحانی در حقیقت رو سوگند پزشکی که خورده، میگه آقا این بیماری به حدی رسیده که شما باید انتصابات رو بعد قول خودشون انتخابات از قول ما انتصابات رو منحل کنید. یعنی کاری که این وزیر داره معاون داره میکنه اینه، داره به رئیس جمهور میگه آقا اگر این تجمعات توی مساجد، مدارس فلان شکل بگیره، انتشارش، احتمال گسترده، شیوع گسترده این ویروس بسیار بسیار بالا میره. این داره اینو به اونا میگه، منتها اونا به اینا میگن که همین نامه که الان جناب کمال‌پور میذاره که وزیر کشور نامه میزنه به وزیر بهداشت و میگه به زیر دستات بگو خفه شن تا بعد از انتخابات. این نامه رو ببینیم بله، و بعد بریم سراغ خبر میذاریم. از جا که بخونم. بله دارم میخونم. دقیقا ببینید بعد از افشای این برنامه و درس پیدا کردن متن نامه اولی، اون 27 بود، این یکی شده 28 و نویسنده عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرده که سلام علیکم، احتراماً عصر به نامه شماره فلان به شماره فلان هشه به تاریخ 27/11/98 از شورای عالی امنیت ملی کشور که فوری و محرمانه دریافت و به پیوست الساق و ارسال گردیده است و با عنایت به توصیه های حضرت آیت الله خرمنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دامد بر کاتب و هرچه با شکوته برگزار گردیدن انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی در دوم اسفند ماه 1398 و با توجه به تبلیغات ضد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توسط دشمنان و ضد انقلابیون به اطلاع می رسانیم. طبق گزارشات دریافتی از سوی برخی از استانداری ها، بسیاری از ناظرین شعب اخصرعی به دلیل ترس از مبتلا شدن به ویروس کرونا از مشارکت در این امر ملی امتناع ورزیدند. لذا مستدعی است تا دستورات مقتضی جهت جلوگیری
از هر گونه مصاحبه با خبرگزاری ها، مطبوعات و یا رادیو و تلویزیون در خصوص اعلام آمار رسمی و واقعی شیوع مبتلایان و یا متوفیان از طریق ابتلا به ویروس کرونا تا پس از انتخابات و تصمیم نهایی هیئت محترم دولت به معاونت های آن وزارتخانه را ابلاغ بفرمایید و بگویید در دهانشان را گل بگیرند. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور. بعد از اینکه این نام افشا شد، اینها دیدن دیگه راهی ندارن، این بار دیگه نمیتونن تفره برن و مجبور شدن که اعلام بکنن آره یه همچین اتفاقی افتاده و حالا محدوده. جناب قاسمی بفرمایید تا هم ویدیو رو آماده کنن. بله، همینجوری که جناب توافق توضیح دادن، این نامه تاریخش 28 بهمن ماه دوستان، یعنی دقیقاً اون نامه قبلی 27 اون همشون اومدن تکذیب کردن، 28 زمانی که اینا دیدن دولتشون تش سوراخه به قول معروف و اطلاعاتش بیرون اومده، حالا توسط دوستان به دست ما رسیده و ما منتشرش کردیم، 28 اومدن یک دستور رسمی زدن، همین نامه که جناب کماکو خوند، برای چیزایی که تا بعد از انتخابات به قول معروف اصلا جیک نزنند. حالا اینجا یه پرانتز من باز میکنم. ببینید دوستان، از اوایل بهمن ماه که ما اومدیم اخطار دادیم، ویدیوش جناب کماکو گذاشت و قبلش توی برنامه ها توضیح دادیم، جریان ویروس کرونایی که با هواپیمای ماهان عملا به دستور مستقیم علی خامنه‌ای، حالا هر کسی دیدم یه سری ها اومدن مثل شهرام شالاتان و امثال این ها میگن رئیس ماهان باید اعدام بشه، رئیس ماهان هم یه شاسپوریه مثل شهرام همایون، به قول معروف نوکره، هرچی در ارباب بهش دستور بده باید انجام بده. اصل جریان شخص علی خامنه‌ای و مجموعه علی خامنه‌ای است که دارن تمام این زمینه سازی ها رو میکنن. شما یک فردی که اونجا یه مسئولیتی داره فکر نکنید اون همه کار است. همین الان وزیر بهداشت با نامه بعدی توضیح داده میشه، همین الان وزیر بهداشت عملا هیچ کار است و اون تیم مخصوص علی خامنه‌ایه که داره جریان رو میگردونه. بنابراین سعی نکنید بیاید توی این رسانه ها همه جریان رو، همه کاسه‌گذار رو بشکنید سر یه نفر که الان مسئول ماهانه، یه سردار درپیتی هم بیشتر نیست، اون سردار ارباب داره که اون اربابه مسئول بشه. آقای شهرام شالاتان، اگه میخوای کمپین رو راه بندازی بر علیه اربابتون راه بنداز که علی خامنه‌ایه، نه یارو شاسکولی که اون حقوق بگیره. ولی 28 این نامه منتشر میشه، این نامه ارسال میشه، به دست ما رسیده میشه و ما اینو دوباره همون روز 28 منتشرش میکنیم و زمانی که منتشر میشه ببینید توی بی بی سی، ایران اینترنشنال، رادیو فردا و بقیه رسانه ها، اولا این نامه هم طبق انتظاری که هست و میره جمهوری اسلامی همون روز، فکر کنم فردا صبحشه جناب جوان، درسته؟ رو تاریخ ها حالا هست، دو ساعت بعدش تکذیب کرد، دو ساعت برای یکی دو ساعت بعدش جمهوری اسلامی اومد این نامه رو تکذیب کرد، همین نامه که الان خونده شد و بعد ببینید چه اتفاقی افتاد. بالاخره شایعات درباره ورود ویروس کرونا به ایران تایید شد. البته اعلام این خبر همراه شد با مرگ 2 در قم که حالا مقام‌های وزارت بهداشت تایید کردند به ویروس کرونا مبتلا بودند. اولین قربانیان تایید شده این ویروس جدید در خاورمیانه. بی بی سی فارسی همچنین دریافت حدود 25 که مشکوک به ابتلا به این ویروس هستند در بیمارستان کامکار قم تحت مراقبتند. ایران چقدر برای رویارویی با شیوع ویروس آمادگی دارد؟ بیشتر در این باره صحبت میکنیم. اول گزارشی از مریم افشان. مرگ دو نفر در قم در اثر ابتلا به ویروس کرونا. رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با تایید این خبر گفت: ما شاهد یک پیک بیماری های تنفسی ظرف 3-4 روز اخیر بودیم و در بررسی های صورت گرفته 2 منجر به فوت شد. در آزمایش های اولیه مشخص شد که این 2 از نظر کرونا مثبت هستند ولی هنوز نتیجه تست های ژنتیک اعلام نشده است. این در حالی است که در ساعات اولیه امروز معاون وزیر بهداشت از ابتلای 2 در قم به کرونا خبر داد و نه مرگ آنها.
همونجور پیش بینی میشد بله. خب تو کشور ما وجود پیدا کرده، البته فعلا ما دو موردی که داریم تشخیص اولیه‌شون مثبت شده، تشخیص نهاییش در حال انجام شدن هست از رای ژنتیک که اگر نهایی شده قطعا به اطلاع مردم خواهیم رسوند. حالا مشخص نیست که دقیقاً چند نفر در قم به ویروس کرونا مبتلا. ایران برای اولین بار از دو مورد ابتلا به ویروس کرونا در این کشور خبر داده. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ایران گفته این دو نفر از اهالی شهر قم هستند. محمد مهدی گویا گفته که مقام‌های وزارت بهداشت در حال بررسی چگونگی ابتلای این دو نفر به ویروس کرونا هستند و اطلاعات تکمیلی در این زمینه به زودی اعلام خواهد شد. مقام های وزارت بهداشت ایران پیشتر با تکذیب خبرها در مورد بروز بیماری کرونا در ایران تاکید میکردند که در صورت مشاهده این بیماری مردم در جریان قرار خواهند گرفت. ببخشید، بله، این از تلویزیون بی بی سی بود که منتشر کرد که بله، مسئولین جمهوری اسلامی تأیید کردن ویروس کرونا در ایران در شهر قم هست و حالا یه نفر، دو نفر، بعد دو روز بعد شد چهار نفر کشته شدن، اما با آمارش مشکل داشتن، آمار رو نمیتونستن بدن بیرون به دلیل اینکه هنوز با دوم اسفند که انتصابات بود فاصله داشتن و نمیخواستن وارد این فاز بشن، چون میدونستن چه عواقبی داره و درس کردن این نامه ها چه بلایی سرشون آورده. جناب قاسمی بفرمایید. بله، همونجوری که دوستان زیرنویس ویدیو ها رو دیدید، چهارشنبه 30 بهمن جمهوری اسلامی اومد اعلام کرد، 28 نامه اومد، 29 به دست ما رسید، منتشر شد، همون 29 تکذیب شد و خبرش اومد توی خبرگزاری های رسمی دنیا و حتی خارج از کشور مثل بی بی سی. خود داخل ایران خیلی جالبه، خود انگل‌ها داخل ایران، همین سران کثیف جمهوری اسلامی، همشون اومدن مجدداً اینو هم تکذیب کردن. یعنی شما اگر تکذیب نامه رو بزنید، تکذیب نامه وزیر کشور به وزیر بهداشت هم می‌بینید در سایت‌های مختلف جمهوری اسلامی و در خبرگزاری‌های مختلفش که اینم تکذیب شد. اما یه نکته ای الان جناب جوابگو که متن نامه رو خوند، دوستان متن نامه به این صورت بود که ببخشید سعی جا اون نادر سلطانپور هم میخوای پخش بشه؟ اونم حالا اونم بعد بذارش پخش بشه، هرچند آره اونم بذار که ایران اینترنشنال هم نشون میده، اونم بذارش لطفا بعد من صحبت هم. کرونا مرگ دو نفر در شهر قم تایید شده، اما همه شواهد حاکی از این است که این نمونه ای از خروار به ایران اینترنشنال گفته شده دست کم 9 نفر جانشان را تا حالا به این ویروس از دست دادند. حتی یک عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران از آنچه تلاش بیمارستان قم در خاموش نگه داشتن موارد این بیماری خوانده انتقاد کرده. محمد مولایی گفته 10 نفر با این علائم جانشان را از دست دادند. یکی از دو قربانی تایید شده برادر خود اوست. رها باون گزارش می‌دهد. صدای پای ویروس کرونا این بار در قم، صدایی که یا شنیده نشد یا پنهان می‌شد، چون 2 بود که وزارت بهداشت می‌گفت از ویروس خبری نیست. دانشگاه علوم پزشکی قم یکی از بیمارستان را تفکیک کرده برای این بیماران که بیماران مشکوک به این بیمارستان میان، اونهایی که باز علائمشون بیشتر به علائم ویروسی میخورد. مشاور وزیر بهداشت درباره زمان خروج دانشجویان بازگشته از شهر ووهان از قرنطینه گفت این دانشجویان پس فردا به منازل خود باز خواهند گشت. آقای وهاب‌زاده با بیان اینکه هیچ یک از دانشجویان به ویروس کرونا مبتلا نیستند و از آنجا که طبق پروتکل‌های سازمان جهانی بهداشت مدت زمان قرنطینه 14 روز تعیین شده است، فردا گواهی سلامت این افراد صادر و تحویل آنها خواهد شد. خبر دیگر از کرونا این که وزارت بهداشت شایعه فضای مجازی مبنی بر انتشار نامه جعلی شیوع ابتلا به کرونا در کشور را تکذیب کرد.
امروز متنی با مضمون ابتلا و فوت 49 نفر به ویروس کرونا در فضای مجازی دست به دست شد که با واکنش وزارت بهداشت همراه شد. از ظواهر نامه هم مشخص است به هیچ وجه نامه ای در این خصوص صادر نشده. اساسا هیچ مورد ابتلا به کرونا ویروسی در کشور ظرف هفته های اخیر وجود نداشته که بخواد نامه ای برای اون نگاشته بشود، به خصوص که نامه به حال از معاون وزیر خطاب به رئیس جمهور جعل شده که قاعدتا خود این هم جعلی بودن موضوع رو نشان خواهد داد. کووید 19 یا کرونا ویروس جدیدی که به هر حال محل بحث هست مشاهده نشده، شواهد آزمایشگاهی هم هیچ کدوم از موارد مشکوک رو تایید نکرده. ما هیچ مورد ابتلایی در کشور تا این لحظه نداشتیم. انتشار شایعات پرسرعت‌تر از ویروس کرونا. سخنگوی وزارت بهداشت میگه نامه‌ای که درباره تعداد فوتی‌های مبتلا به کرونا در کشور منتشر شده جعلیه. از ظواهر نامه هم مشخص است به هیچ وجه نامه‌ای در این خصوص صادر نشده. اساساً هیچ مورد ابتلا به کرونا ویروسی در کشور ظرف هفته‌های اخیر وجود نداشته که بخواد نامه‌ای برای اون نگاشته بشود، به خصوص که نامه به هر حال از معاون وزیر خطاب به رئیس جمهور جعل شده که قاعدتا خود این هم جعلی بودن موضوع رو نشان خواهد داد. کووید 19 یا کرونا ویروس جدیدی که به هر حال محل بحث هست مشاهده نشده، شواهد آزمایشگاهی هم هیچ کدوم از موارد مشکوک رو تایید نکرده. ما هیچ مورد ابتلایی در کشور تا این لحظه. بله دوستان، دیدید اینم شبکه‌های مختلف که پرداخته بودم و تکذیب کرده بودم و بعدش هم که تایید شد. جناب قاسم بفهمید من برم تو قسمت بله. یکی از افرادی که این نامه رو تکذیب کرد همین قاسم جانباوری بود که الان تایید کرد توی همین ویدیو قبلی شما شنیدید که تایید کرد که بله توی قومی هم چه اتفاقی افتاده. یکی دیگه شون آقای وهاب‌زاده است. وهاب‌زاده رو و کیانوش جهانپور و دوستانی که تو توییتر دارن، اگر برید توی توییتر آیدیاشون رو سرچ کنید میتونید برید تو پستای قبلی همین نامه‌ها رو که گذاشتن و تکذیب کردن رو ببینید. اما توی صحبتی که بعد از این فکر می‌کنم جا کمکو بتونه پیدا شونه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم به اسم محمد رضا قدیر میاد. حالا اینا همه اومدن این نامه‌ها رو دارن تکذیب می‌کنن. مهم تکذیب و تایید نیست، خوب دقت کنید. مهم اینه که تو افکار عمومی یک همچین چیزی باز بشه. اون تمام این اتفاقاتی که شما دارید میبینید دو روز قبل از انتصابات جمهوری اسلامیه که این همه براش هزینه کرده، شناسنامه مردگان رو درست کرده، از نمیدونم عراق و این برانور آدم جمع کرده ورده و شناسنامه جدید که بفرسته بره توی این حوزه های رای گیری، سربازها رو از پادگان میخواد بسیج کنه. اینا همه اتفاقات قبل از انتصابات جمهوری اسلامیه که داره توی فضای رسانه‌ای خارج از کشور و داخل ایران این اتفاقات داره میفته. اما این آقای رئیس دانشگاه آقای محمد رضا قدیر توی صحبتی که یکی از شبکه دوی جمهوری اسلامی هم پخشش کرده، ویدیوش رو فکر می‌کنم دارید توی همین ویدیوها، اومد و عملا اعلام کرد که بله آقا توی قم این اتفاق افتاده، اما به ما دستور دادن که در موردش اطلاع رسانی نکنیم. وقتی میگه به ما دستور دادن که در موردش اطلاع رسانی نکنیم، یعنی نامه وزارت بهداشت، وزارت کشور به وزارت بهداشت درست بود و همون چیزی که جمهوری اسلامی برعکس معمولا کار میکنه دیگه، چیزی که تکذیب میکنه یعنی تایید میکنه و اینو خودشون اومدن گفتن. صحبتاش هم هست، حالا اگه ما توی ویدیو داشته باشیم پخش میشه، اگر نه که دوستان میتونن خودشون پیدا کنن. صحبتای محمد قدیری رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم که تایید کرد این نامه. اینم ضربه دیگه ای بود که قبل از انتخابات به جمهوری انگلنشان آخوندی خورد و از طرف دیگه هوشیاری مردم ایران رو بالا آورد. اینو داشتم میگفتم تو صحبت قبل که تا قبل از افشای این نامه ها توسط رستاخیز سیمرغ، باور کنید شاید چند صد تن در ایران کشته شدن توسط همین ویروس و توسط جمهوری اسلامی و علت مرگشون رو یا عفونت‌های ریوی یا تنگی نفس یا یه چیزی از این نوع موارد به قول معروف علت مرگ رو زدن و همون جنازه‌هایی که از بیمارستان خارج شد توسط عزیزانشون همونا دوباره باعث
شیوع بیشتر این ویروس شد. در حقیقت جمهوری اسلامی مأموریتش رو به خوبی توی این زمینه انجام داد و تونست همین الان که داریم صحبت میکنیم تقریبا یه چیزی حدود 28 استان ایران رو آلوده کنه. خبرگزاری ها صحبت از 23 استان میکنن ولی 28 استان ایران رو آلوده بکنه و جنایت ها و کشتار هایی که داره اتفاق میفته و حالا از طرف دیگه هم اون جریانی که ماسکایی که خودشون قراره اهدا کنن کار جا پاپولام اونم توضیح خواهد داد. خب مراجع من تو توضیح این نامه رو دادم، میخوام بریم سراغ نامه بعدی. بله خدمتتون عرض کنم که در طول این نامه، یعنی نامه دوم در واقع، ما میرسیم به مرز انتصابات دوم اسفند ماه در دوره 11 مجلس یا همون طویله آخوندی. شما یک چیزایی رو شنیدید از تلویزیون ها، خیلی آمدن صحبت کردن، آقای قاسمی یه اشاره‌ای کرد. در طول این 41 سال هی گفتن تحریم کنید، مردم رفتن. چرا رفتن؟ چون تهدید می شدن از طرف جمهوری اسلامی، اگر نیایید رأی ندید از دانشگاه اخراج می شید، رأی ندید حقوقتون کم می شه، رأی ندید بچهتون فلان، رأی ندید فلان امتیاز ازتون می گیریم، باید برید رأی بدید، شناسنامهاتون رو می بینیم. تهدید می شدن، این دوره هم تهدید شدن. اما تا جایی که پای جون افراد و خانوادهشون وسط نیاد، جمهوری اسلامی برنده بود، جمهوری اسلامی می برد. یعنی با یک تهدید ساده برنده میدون می اومد بیرون، چون تهدید میکنه اونا میگن خب خطرش بیشتره برای من که یه مهرم میزدم تو پروندهش که آقا این یه سابقه داره نرفته رأی بده. خب امسال وقتی این نامه ها درس پیدا کرد تو جامعه و سر ساعتی که جمهوری اسلامی احتیاج داشت به اینکه مردم رو بکشونه پای صندوقای رأی، مشروعیتش رو به جامعه جهانی نشون بده، مردم دیدن جون خودشون در معرض خطره، جون زن و بچهشون در معرض خطره، زنا دیدن که اگه برن بچه و مچه اینا دیگه تمام. هنوز به عمق فاجعه پی نبرده بودن که در دنیای آزاد بیرون از خونه چه خطرهایی براشون نهفته شده. بنابراین فکر کردن که الان چیکار باید بکنن و به این نتیجه درست رسیدن، صندوق رأی یعنی واگیر به ویروس کرونا، نرفتن و تمام. نامه‌ای که الان میخوام بهتون نشون بدم، نامه‌ای که وزیر کشور به رئیس جمهور زده، یعنی به حسن روحانی، مبنی بر این که آمار رسمی انتصابات رو به رئیس جمهور باید اعلام بکنه، راه دیگه ای هم نداره، وظیفه‌ش کار قانونیش میخواد انجام بده. جدا از این که این آمارم میتونه بالاتر از حد واقعیش باشه، اما ما میگیم همین آماری هم که به رئیس جمهورشون دادن همین هم قبول. ببینیم چی نوشته. نوشته که این متن این نامه ها دوستان تماما در سوشیال مدیا دنیای مجازی در طول این چند روز به کرات منتشر کردن دوستان و خبرگزاری های مختلف خارجی پخش شده، خیلی ها بهش پرداختن، داخل ایران هم که همینجوری دارن تکذیب میکنن. نوشته حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی در ایرانش، این درشو جا انداخته اینجا. پایین نوشته سلام علیکم، احتراماً بدین وسیله گزارش اجمالی از میزان مشارکت مردمی در انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی به استحضار میرسد و بدیهی است گزارش نهایی پس از تکمیل به دفتر ریاست محترم جمهور ارسال میگردد. اینجا من اگه بودم یه چیزی جا گذاشته اینجا مینوشتم، دوباره برای حسن روحانی مینوشتم سلام علیکم. از مجموع 57 میلیون و
918,160,000 نفر واجدین شرایط شرکت در انتخابات در سراسر کشور، تعداد 7,772,617 نفر برابر با 13.42% در این دوره مشارکت نمودند. سلام علیکم. از مجموع 9,600,000 نفر واجدین شرایط شرکت در انتخابات حوزه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر، تعداد 929,280 نفر برابر با 9.68% در شعب عقص آرا حضور و به نمایندگان منتخب خود رأی دادند. حالا این تا اینجا میشه آماری که مثلا به صورت واقعی وزیر کشور جمهوری اسلامی به رئیس جمهور ارائه داده، مثلا واقعیشه. ساختگی که طبق هماهنگی انجام دادن ببینیم کجاست. گزارش ارسالی توسط وزارتخانه مطبوع طبق دستورالعمل محرمانه شماره 31 شورای عالی امنیت ملی کشور، هر جایی که شما میبینید اینا دارن یه گندی میزنن، یعنی همه با هم هستند. شورای عالی امنیت ملی کشور در واقع جمهوری اسلامی، همه این اراذل و اوباش اونجا سرشون توی آخره. در خصوص این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور ریاست محترم جمهور به رادیو و تلویزیون، مطبوعات و خبرگزاریان نشان از مشارکت بیش از 42.57% خواهد داشت. طبق رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خرمنی مد ذلول عالی به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، تعداد 223 کرسی از این دوره مجلس به اصولگرایان، 16 کرسی به اصلاح طلبان و 36 کرسی به لیست منتخب تخصیص داده می شود. با توجه به عدم حضور و فلان اینا بخوره تو سرش و دلایلش رو گفته، حوادث آبان ماه، سقوط هواپیمای اوکراینی، ترس از انتقال کرونا ویروس و تبلیغات ضد انقلاب و دشمنان نظام مقدس فلان. اما میگه خصوصا در حوزه انتخاباتی تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر به دلیل اینکه آمار تعرفه‌های شمارش شده پایین‌تر از حد نصاب قانونی آن بود، لذا میزان رأی آقای دکتر محمد باقر قالیباف، همون قالیباف در واقع، بیش از 1,260,000 نفر اعلام می‌گردد که در صدر لیست ائتلاف اصولگرایان به مجلس شورای اسلامی راه پیدا خواهند کرد. من این متن نامه رو اینجا بر نمی‌دارم، به چند تا موضوع اشاره می‌کنم. در بالا نوشته در تهران از مجموع 9,600,000 نفر کلاً 929,280 نفر رفتن رأی دادن. بعد چجوری 1,260,000 نفر میخوای اعلام کنی برای قالیباف؟ این جدا. مازاد بر این که تمام نامه هایی که درس پیدا کرد و منتشر شد بدون استثناء، همونطور که آقای قاسمی گفتن، شما سرچ کنید در خبرگزاری های جمهوری اسلامی، همه رو تکذیب کردن الا همین یه نامه. یعنی این یه دونه نامه هستش که تحت هیچ شرایطی نه بهش پرداختن، نه تکذیبش کردن، نه تاییدش کردن، هیچ کاری اصلا باش نکردن. یعنی چی؟ بعد جالب اینجاست که مازاد اون اطلاعاتی که بوده رو الان هنوز منتشر نکردن بازونم. یعنی کدوما؟ این که درگیری که در هیئت دولت، شورای نگهبان، تشخیص مصلحت نظام و تیم علی خامنه‌ای است، مبنی بر اینکه گند انتخابات این دوره خیلی بد در آمد، نه تنها مردم ایران فهمیدن، حالا دنبال این هستن که درز و دورزا رو ببندن که نامه نیاد بیرون سر جای خودش، نه تنها مردم ایران فهمیدن، بلکه جامعه جهانی فهمید و مایک پمپئو هم اومد گفت که این انتخابات جعلی و تقلبیه. درگیری داخل خود جمهوری اسلامی جدا از اینکه دارن همدیگر رو شهید میکنن،
بر سر این هستش که این انتصابات رو برای دوم اسفند رو بیان منحل کنن، بگن قبول نیست و یک سری ها قبول نمی کنن این کار رو، یک سری ها پافشاری دارن می کنن. در نهایت احتمال این که بعضی از حوزه ها رو بگن به دور دوم کشیده شد زیادتر میشه. یعنی به جای اینکه باطلش کنن بگن به دور دوم کشیده شد طبق روال عادی همیشه شون، اما این تقلب ها رو اصلا بهش اشاره نکردن. این وسط یه حاشیه برم، یه پرانتز باز کنم. شما در طول این مدت دیدید خب این اراذل و اوباشی که هیچ پرنسیبی در مبارزه ندارن، حالا بعضی ها میان در لباس پادشاهی خواهی به عنوان مورخ و اینا یه سری قارقار میکنن اون بماند حمله کردن به ما، تجزیه طلب ها از جمله علی ناجوانمردی هم دیدید. این اشخاص، این افراد ماها رو قبول ندارن، ماها رو منتسب میکنن به جمهوری اسلامی، بعد فعالیت های ما رو قبول دارن، میان اونها رو استفاده میکنن، بعد میگن که عوامل و رابطه های اونها این نامه رو برای اونها فرستاده. خواه مردک زفرتی، اگر اسنادی داله بر این داری که فوری بلا فاصله هم معطل نمی کنی، مهر چیه روش آوا تو دی میزنی، اگر مدرکی داله بر این داری که اینا رو برای تو از داخل فرستادن بیا رو کن. اما ما داریم، ویدیو داریم، عکس متعدد داریم. شما اگر یه عکس از یه نامه داری، ما عکس از این نامه داریم در کنار عکس کثیف خامنه‌ای و قاسم سلیمانی تو اون اداره‌ای که این نامه عکس گرفته شده. اگه شما داری بیا رو کن، بیا ادعاتو ثابت کن. هرچی هم که برید پاک بکنید از توی سایتاتون، از توی صفحه اینستاگرامتون، تلگرامتون، هر جای برید پاک کنید، بعدا بگید ما ویدیوهاشو براتون بفرستیم. از همتون، از تلویزیون‌های فارسی زبان در خارج، ایران اینترنشنال، بی بی سی، مناتو و و و و دیگرانشو، خبرگزاری های خارجی، خبرگزاری های داخلی و همین اراذل و اوباش، ویدیوهاتون هم هست. چون که یک سری اخباری را اینا منتشر کردن که بلا فاصله خبرگزاری پاکش کردن، هیچ کس از مردم هم ندید، نه بهش پرداخت، نه اصلا بهش اشاره کرد. جناب قاسمی بفرمید. بله دوستان، لطفا توی فیسبوک برنامه رو پخش کنید. من جناب کبابپور اجازه بدید که به دوستان تسلیت بگم. استاد کیومرز بهیرایی، یکی از فردوسی شناسان، یکی از شاهنامه خوانان عزیز، دیروز دیدم که دوستان اعلام کردن که ایشون فوت کردن. روانشون شاد، یادشون گرامی است. دوستان خوب ما بودن، توی چند همایش هم پیام ویدیویی به ارتباط مستقیم داشتن. اینو برای من یه دفعه یاد ایشون افتادم چون معمولا توی برنامه همون بود. اما خیلی جالبه دوستان، کار اپوزیسیون چیه؟ کار اپوزیسیون اینه که از نقاط اپوزیسیون فهم میکنه، اپوزیسیون اونی که توی کشور خودشه یا اپوزیسیونی که خارج از اون کشور. حالا بحث کشور ما که اشغال شده توسط یک نیروی اهریمنی ایران ستیز که اشغال شده اصلا یه بحثی دیگه است. اپوزیسیون با این جمهوری اسلامی عملا در میدان جنگ هم و دشمن خونی باید با هم باشن در ظاهر دیگه، ظاهر و باطن. ولی وظیفه اپوزیسیون خارج از کشور چیه؟ چه گلی، چه توپی میخواستی بهتر از این؟ همین نامه‌ای که الان جناب کمالپور خوند، چه گلی بهتر از این میخواستید؟ اون داستان هواپیمای شلیک و هواپیمای اوکراین رو که هیچ غلطی روش نکردی، میتونستی جمهوری انگلستان آخوندی رو ببرید به شورای امنیت سازمان ملل و عملا جمهوری اسلامی به جرم جنایت جنگی محکوم بشه و در قرنطینه که نه، در انزوای سیاسی قرار بگیره، سرانش محکوم بشن. اون کارو که نکردید، اون کارو که گفتید دیگران برای ما میکنن. این دوتا نامه ای که اومد، این مخصوصا این نامه ای که بعد از این جریان جناب کمالپور خوند نامه رو، که چند نکته مهم داره. اولا درصد میزان مشارکت مردمی در کل ایران رو تازه خیلی لطف کرده وزیر کشور به رئیس جمهور، نمیخواست آبروش بره، گفته 13% شرکت کردن.
اون وقت خاک بر سر اپوزیسیونی مثل حسن شریعت مداری، شورای مدیریت گذار، مثل شهرام شارلاتان، مثل این جمهور پبولا که توی ایران اینترنشنال و امثال اینها میرن، و حسن شریعت مداری شورای مدیریت گراز جناب جوابگو اومده طبق با محسن سازگارا طبق آمار رسمی و دقیق ما از داخل ایران 19% ممیز 95% در انتخابات شرکت کردن. وزیر کشور داره به رئیس جمهور میگه 13% شرکت کردن. اپوزیسیون دوزاری آویزان کشورها و قدرت‌های مختلف اومده داره میگه 19.98% شرکت کردن. آشغال مثل شهرام شارلاتان و بقیه این پاکستانی‌ها میگه 42% ملت شرکت کردن. ایران اینترنشنال میگه 25% شرکت کردن. و حالا اون اپوزیسیونی که باید بیاد از این گلی که اومده توی زمینش استفاده بینه بکنه و مستقیم توپ رو بزنه توی دروازه دشمنش، آیا باید بیاد از یک همچین چیزی که از خود داخلشون اومده بیرون سنده از این سند استفاده کنه و مشروعیت جمهوری انگلشان آخوندی رو در مجامع بین‌المللی زیر سوال ببره که دیگه مردم ما یه روز بر اثر ویروس، یه روز بر اثر سیل، یه روز بر اثر فاضلاب و امثال اینها نمیرن، از گشنگی نمیرن، این اپوزیسیون پوزش رو میکنه اون بر و هیچ انگار نه انگار که هیچ اتفاقی افتاده. میدونید چرا؟ چون این اپوزیسیون خودش رو خیلی اخلاق مدار میدونه، میگه من باید یه چیزی سند داشته باشه خود جمهوری اسلامی بده دست من باش بازی کنم. یعنی احمق‌تر شاسپورتر از یه سری جک و جونورایی که توی این فضای اپوزیسیون هستن رو کره زمین وجود نداره. بهترین بهانه، بهترین سند اومده دسته که جمهوری اسلامی رو عملا بکشیش پایین. بعد شما میگه به جمهوری اسلامی میگه 20% مردم رفتن در انتخابات شرکت کردن. خیلی مهمه. توی این نامه صحبت از یک سناریو میشه که آقا شورای امنیت ملی کشور قبلا تصمیم گرفته، لیست منتخبان داره، این تعداد کرسی مال اونه، این تعداد مال اینه، این تعداد اینجوری شده، همه اینا مشخصه. وقت من نمیفهمم این اپوزیسیون رو، من نمیفهمم. الان اپوزیسیون وقتی صحبت میکنم منظورم مخالفان جمهوری اسلامی نیست، منظورم مدعیان جمهوری اسلامیه، منظورم آشغال‌های مثل علافیار شنگرلو، مثل هودشتیان، مثل شهرام شارلاتان، مثل اسماعیل سربخلا و مثل جک بوجونه. برای اینا مدعی هن. فکر نکنید اینا از رو دلخوشی دارن کار میکنن، اینا مدعی کشور ایران هن. اون وقت یک همچین ارازلو باشی با یک همچین توپایی که میاد تو زمین اپوزیسیون، اصلا انگار نه انگار اصلا روشنو میکنن اون برای هیچ خبری نیست. همشون دنبال اینا که من سمتم وزیر باشه، اون میگه من سمتم وکیل باشه، اون میگه من 10% میخوام، اون میگه من کل کردستان رو میخوام، این یکی میگه من آذربایجان رو میخوام، اون یکی میگه من خوزستان رو میخوام. حرفم که بهشون بزنه میشه مزدور جمهوری اسلامی. ببینید چه فرصت های طلایی داره از دست میره، داره میسوزه و بعد از اینکه این فرصت ها میسوزه چه اتفاقاتی توی کشور میفته. باور کنید ویدیو داریم ما ولی پخشش رو نمیکنیم. ویدیو داریم که اگه این ویدیو رو نشونتون بدید پخشش کنید، این ویدیو رو کلتون رو میکوبید به دیوار که توی ایران چه خبره، توی بیمارستانهای ایران چه خبره، چجوری دارن مردم رو فیتیله پیش میکنن میکنن توی چاه. اون وقت یه سری به اینجا که آقا پرسر آقای ویدیوی بندی خدمت رو هست کنم. من یه سری مطالب رو بگم چون الان سر این قضیه انتصابات هستیم باید بهش پرداخت. به جرأت میتونم بگم، میخوام یه چیزی بگم که فکر نکنید میخوایم خودمون رو نشون بدیم، اما مجبورم بعضی وقتا بگم. یک سری از این افرادی که اومدن جلوی دوربین که میرسن خودشون رو گم میکنن. اون زمانی که رستاخیز سیمرغ میاد حرف میزنه مطمئن باشید خیلی مطالب و از بسیاری از فیلترها رد کرده. از نظر ما افرادی مانند اسماعیل نوری علا، شهرام همایون، حسن شریعت مداری، حسین بور، محسن سازگارا، علیرضا نوریزاده، مسعود بهنود،
محسن کدیور، عطاالله مهاجرانی، معصومه قومی، این افراد، محمد حسینی، اینا اصلا جزو دشمنان جمهوری اسلامی نمیشن. ما اینا رو اینجوری حساب نمی کنیم. ما اینا رو دشمن ایران و مردم ایران میدونیم. خب در طول این چند سال هم همه رو ثابت کردیم. یک سری گروه های تشکیل شد اومد وسط و مردم ایران چه در داخل و چه در خارج به اینها دل بست، امیدوار شد هم به گذر از جمهوری اسلامی هم به ساختن ایران بعد از جمهوری اسلامی. ما با هر دو این گروه ها هم در ارتباط بودیم. خب بویس صحبت های خصوصی خودمون رو با الافیار کنگرخور پخش کردیم، چون سوالی که من الان میخوام ازش بپرسم دقیقا اینه که آقای کنگرلو، شما که اینقدر دم از صداقت، شرافت، شفافیت میزنی، یک بار برای مردم بیا بگو اون کرسی استادی دانشگاه برای شما توسط کدام یک از لژهای ماسونی گرفته شده؟ بیا بگو، وگرنه ما میاییم بازش میکنیم. باز توسط کدام یک از لژهای ماسونی شما را چپوندن به اپوزیسیون جمهوری اسلامی؟ این از این که ببینید تا کجا ما پردتونو میزنیم کنار، اون توتون هم نشون میدیم، میکشیم بیرون. ما اختارا رو به علایار کنگرلو دادیم، گوش نکرد. در رابطه با شبکه فرشگرد صحبت کردیم. از روز اولی که در گفتگو آوردیم، قبل از گفتگو، پشت پرده باشون صحبت کردیم، آوردیم در گفتگو، در حضور مردم صحبت کردیم و گفتیم تا زمانی که بر اساس مانیفستتون برید جلو، ما به عنوان مبارز حمایت میکنیم. ما سیاسی نیستیم، اصلا کار سیاسی بلد نیستیم. من یک سربازم، اما سرباز کشورم هستم و به عنوان یه سرباز حمایت میکنم. هر جای پاتونو از اون مانیفستی که اعلام کردید خارج بذارید، یعنی شما هم اومدید مردم رو سرشون رو شیره بمالید، اومدید به مردم دروغ بگید. تا اینجا ما حرفی نزدیم که شما اومدید رفتید فایلیزین گذاشتید در آمریکا 200,000 دلار به اسم فرشگرد پول جمع کردید از مردم بدبخت. این 200,000 دلار کجا رفت؟ باید بیایید آمار بدید. اینجوری نیست که بگید آقا به کسی ربطی نداره. پس فردا همین مردم با مشت میذارن تو دهنتون که میگید به کسی ربطی نداره. مگه شما اومدین پول دادین؟ مثل شهرام شارلاتان هر کی ازش سوال میکنه میگه یه مدرک بده پول دادی. تو بیجا میکنی به مردم، میگه اگه پول دادی سوال کن، و کسی که پول نداده حق سوال کردن نداشته باشه. پس تو بردار برو یک جایی انقلاب کن، برای کسانی که بهت پول دادن انقلاب کن. تو غلط میکنی برای مردم ایرانی که بهت پول نمیدن میخوای انقلاب بکنی. سگ کی باشید شماها؟ چه فرشگرد باشه، چه شبکه، اون یکی چیه راه انداختن جدا کردن از فرشگرد؟ بنیاد فرشگرد باشه، فرق نمی کنه. شما کی هستید برای مردم ایران تصمیم بگیرید؟ شما اومدید ادعا کردید که اومدید تا خدمتگزار مردم باشید، تا سرباز مردم و کشور ایران باشید. پس بیجا میکنید به مردم ایران، میگید به شما ربطی نداره از ما سوال بکنید. مردم ایران سوال میکنن، شما وظیفه دارید مؤدبانه دست به سینه سرتون رو بندازید پایین و فقط جواب بدید، و اگر شفاف نباشه ما وامیسیم جلوتون. حالا شبکه فرشگرد مگه نگفت ما خط قرمز داریم با کسانی که در 57 نقش داشتن؟ مشکل ما با فرشگرد از اینجا شروع میشه. ائتلاف کردن با اسماعیل نوری اعلی در شبکه کانال 1 شهرام همایون، نشستن در برنامه پنل سیاسی در مقابل دوربین 3 ساعت یه بیانیه نوشتن، جمهوری اسلامی بولد کرد گذاشت تو شبکه 23. اصلا ما کاری نداریم بقیهشونو. چرا شبکه فرشگرد؟ پاسخ آقای امیرحسین
شبکه فرشگر. پاسخ آقای امیرحسین اعتمادی: اگر ما نمی رفتیم شروان فشندی از بنیاد فرشگر جای ما می رفت. ما نمی خواستیم این موقعیت رو از دست بدیم. خاک بر سر سیستم سیاست گذاریه یک مجموعه براندازی که خواسته باشه اینجوری بگه. بعد تهدید میکنه، میگه اگر حرفی بزنی منم میرم میگم تو سپاهی هستی. خب بیا برو انقدر بگو من سپاهیم، خاک بر سر دیگه نگی. مدارک مستند، فیلمات، صداهات، مدارکت هست که تو از تحکیم وحدتی. و امروز شبکه فرشگر میاد ائتلاف میکنه با شاهین نژاد، رنسانس نوزایی، کسی که شاهین نژادی که اومده فر کیانی برای پادشاهی برای خودش دیده. پس شما الان دو تا از خطوط مانیفستتون که حول محور شاهزاده و خطکشی با کسانی که در سال 57 نقش داشتن در روی کار آمدن جمهوری اسلامی رو فراموش کردید. وگرنه شاهین نژاد کیه که نشناسه؟ پروژه گذر در گذر شاهین نژاد و سپاه قدس رو کیه که نشناسه؟ که طیف پادشاهی رو باید بزنید، نفوذ کنید تو طیف پادشاهی، بزنیدشون و متلاشی کنید. فردا بعد از جمهوری اسلامی هم همه باید قتل عام بشن. ادامهش هم نمیگم. در برنامه‌ای که یک سال و نیم دو سال پیش ما گذاشتیم، سه ساعت و نیم برنامه گذاشتیم، این پروژه گذر در گذر رو مطرح کردیم و دودمان خیلی ها رفت به باد و پرونده هاشون بسته شد. حالا شبکه‌ای که ادعا میکرد اونطوری اومده رفته ائتلاف کرده با شاهین نژاد، رنسانس نوزایی، برای تجمع در شهر هامبورگ برنامه گذاشته. مردم رو چی فرض کردید؟ بعد اینها میان میگن برای اولین بار بعد از گذشت 41 سال ائتلاف و همبستگی اپوزیسیون خارج از کشور باعث این گردید که مردم ایران در داخل کشور به پای صندوق‌های رأی نروند و امسال جمهوری اسلامی در این دوره با شکست روبرو شد و به جهان ثابت شد که جمهوری اسلامی نزد مردم ایران مشروعیت ندارد. آخرش داخل پرانتز زرش رو یادش رفت بخونه. ائتلاف و همبستگی با کدوم اپوزیسیون؟ چرا هول شدی؟ آقا این توپ و زمین مال رستاخیز سیمرغ بود بازی کردی، چرا پای حسن شریعت مداری و پای یه مش فسیل در پیچی رو میکشی وسط؟ هر کسی در طول این 41 سال اومد رفت چسبید به شاهزاده رضا پهلوی خیانت کرد، در کنار شاهزاده رضا پهلوی برای خودش هویت ساخت، بعد اومد هم به مردم خیانت کرد هم به ایران خیانت کرد، بعد گذاشت رفت. دودش تو چشم کی میره؟ یأس و ناامیدیش میشه برای کی؟ برای مردم بدبختی که دارن جون میدن. یه روز در مقابل تیر و گلوله جون میدن، یه روز با ویروس کرونا جون میدن. بردش با کیه؟ آقایونی که تو واشنگتن و نیویورک نشستن سر سفره چاچنگولی دارن میلنبونن زی خیال باطل. آقای امیرحسین اعتمادی، هم تو بویس منو ضبط کردی، هم من بویس تو رو ضبط کردم. شرف داشته باش اون صحبتی که من و تو با هم کردیم اونو پخش کن. مگه نگفتی من مأمور سپاهم؟ بیشرفی اگه پخش نکنی. پخش کن که وقتی بهت میگم تو بیجا میکنی، پا میذاری رو خونه بچه های مردم که تو ایران کشته میشن، میگی به تو ربطی نداره. پخش کن مردک، پخش کن. اون روزی که ما احترام گذاشتیم، اون روزی که همه بسیج شدن شما رو بکوبن با سر رو زمین، سعید قاسمی و مهران کمالپور سینه شون رو ستب کردن، شما رو بولتون کردن و یادتون رفته. روزی که گفتیم ققنوس مرد، ققنوس مرد. روزی که اعلام کردیم فرشگر مرد، فرشگر برای همیشه مرد. شما فقط رفتی جایگزین یک سری مهرهای فسیل شدید در رسانه ها، بشینید اراجیف تحویل مردم بدهید.
تا جمهوری اسلامی کش پیدا کند. سعید جان بفرمایید. من یه مطلبی رو بگم و از روی این میخوایم رد بشیم از روی این جد وجود برای دوزاری. اولا ما رسم خیزسیمو و اعتمادی و فرشندی و همسال اینا رو ما بولد نمی کنیم. ما نکردیم. ما اون مانیفستی که اون مانیفست یک مانیفست میهم پرستانه و وطن پرستانه است که برنامه مونم اعلام کردیم همون موقع در حضور همین افراد اعلام کردیم که ما از این مانیفست حمایت میکنیم. حتی این جمله را هم مهران کمالپور گفتیم. همین مانیفست رو شهرام شالوتان هم بیاد عنوان کنه بگه این مانیفست منه و بهش عمل کنه. ما اسنادش رو ببینیم که عمل کرده. ما از شهرام شالوتان هم با اون مانیفست حمایت میکنیم. اون مانیفست مانیفستی که بوی میهن پرستی از توش میاد. اما زمانی که پاتونو از اون مانیفست همون روز هم اعلام کرده به قول معروف پاتونو کج بذارید اونجا یکی جلوتون وای میسین و با سرم میزنیم تو زمین. کمایی که بعد از اونی که چند وقت پیش توی برنامه اعلام کردیم که از نظر رستاخیز سیمو فرشگرد عملا مرد. شما دیدید که فرشگرد عملا مرد و همچی که جواب کمالپور گفت جای فسیلای مثل فرخ و نگهدار و مسعود بهنود و همینجا جنورایی که بودن رو حالا همین چند تا بلوش گرفتن توی رسانه همین تنها کارشون همینه. ولی مهران شما صحبت از پرده ها کردی گفتی پرده های اینا رو میذاریم کنار. این شهر شالوتا خیلی دوست داره پرده رو براش بذارن کناره. هوشنگ مولا آفتابه و هر کی جنور رو که میاره رزمارهای مرده رو همسان اینا رو میگه آقا پرده رو بذار کنار پرده رو بذار کنار. منظورش اینه که همه گفتید به شاهزاده دیگه. آقا این رضا حاضری پرده رو بذار کنار یعنی همه گفت به شاهزاده. آقا یعنی که سعی جان همه کن به شاهزاده این که همش میاد میگه پرده رو بزنید که من پرده رو بزنید که داستان چیز دیگه است. جدا از اونی که میگه به شاهزاده حمله کنید اولا که ایشون باید بیاد ثابت کنه که مؤنث یا مذکر بعد صحبت از پرده بکنه. اگر اون وقت گفت مؤنث ثابت کرد به مردم اون موقع بعد داستان چیزی دیگه است. داستان اینجوری نیست. داستان اینجوریه که جدیدن توی این چیزای فانتزی که خیلی همایون دوست داره حالا جلوی طرف با مثلا فلان اینجوری اینجوری پشت پرده است. خب این دوست نداره پشت پرده باشه. یه بزنید کنار. بابا اون پشت معنی هم دیگه. چی رو بده ببینه؟ دیدی دیگه قبلا. منظورش اون پرده است. یا پرده رو بزن کنار منم ببینم. مثلا منظورش اینه. بگذاریم از این بریم سراغ نامه بعدی مهران جان اذیتمون نکن. خب نامه بعدی رو دوستان پس شد این نامه سومی بود که نشون دادیم که در رابطه با آمار انتخابات بود که وزیر کشور ارائه داد به کی؟ به رئیس جمهور. اما در طول مدت آبان ماه به بعد من یادمه در روزه هفتم هشتم بود ما اعلام کردیم تعداد کشته ها رسیده به 5700 تن. این متناش همه هستش تاریخ ثبت میشه. بعد از 10 روز 12 روز ما اعلام کردیم تعداد جانباختگان آبان ما بیش از 6000 تن هست. چه در برنامه های رستاخیز سیمرغ بارها گفتیم چه در تجمع ها هر جایی بوده من اینو اعلام کردم جناب قاسمی اینو اعلام کرده. زمانی که رویترز آمد اعلام کرد تعداد کشته شده 1500 تن هست باز ما گفتیم دروغه 6000 تن هست. کسی گوش نکرد. حالا متن نامه درس پیدا کرد از رئیس پزشکی قانونی به ریاست محترم قوه قضاییه نوشته. متن این نامه جالبه که ببینید دوستان تا یه ذره بزرگترش کنم که این چشمای ما هم ببینه که بخونم براتون. میخوام بگم شهرام پرده رو بزنه آقا بذار من دهنم بسته باشه به قاسم. نه ببخشید جان مرد قبل از اینکه بخونی من یه پیام اینجا بهش بدم. خیلی دوست داره که ما بیایم بهش بپردازیم. خیلی دوست داره آقای شالوتا چه